سلام. پدیده ترانسپورت و ترانزیت انسانها و کالاهای تجارتی یکی از عوامل بسیار مهم است که در هر عصر و در هر محدوده مکانی و زمانی در رشد و شکوفایی اقتصاد ملت‌ها و ایجاد رفاه اجتماعی مردم در جوامع مختلف رول عمده را بازی کرده و نقش تعیین کننده داشته است. در دنیای امروز انواع سیستم های ترانسپورتی و ترانزیتی وجود دارد. سیستم های ترانسپورتی زمینی، ریلی و هوایی از عمدترین این سیستم ها هستند. نخستین پروژه ساخت راه آهن را در افغانستان بریتانیایی ها پیشنهاد کرده بودند. به محض اینکه ملکه ویکتوریا به عنوان امپراتور هند شناخته شد، در سال 1879 بریتانیایی ها تصمیم گرفتند که در قندهار راه آهن احداث کنند. مهمان ما در برنامه امروزی آقای سهیل کاکر، سخنگوی وزارت فواید عامه کشور هستند. آقای کاکر، به برنامه خوش آمدید. تشکر. قبل از اینکه به شروع سوال و جوابهای ما بپردازیم، گزارشی در این مورد داریم که به دست نشو میسپاریم. حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا با همکاری کشورهای خارجی خط راه آهن را بسازد. مسئولان وزارت فواید عامه میگویند خط راه آهن از نقاط مختلف کشور وارد افغانستان میشود. با گفته سرپرست وزارت فواید عامه، خط راه آهن در افغانستان مسیرهای مختلف را میپیماید که به 5600 کیلومتر میرسد. در مدت 10 سال کارش به اتمام خواهد رسید. تمام خطوط آهن افغانستان مناسبات ماست که تمام مقادیر ما را به هم وصل کنه و با این خط جدیدی که از ما را به چین وصل میکنه، تمام چیزی در حدود 5600 کیلومتر خط ریل احتمام میکنه که ما باید تلاش میکنیم که تمام منابع تمویل برای پیدا بکنیم. به گفته این مسئولان، تاجیکستان و افغانستان درباره مسیر راه آهن تاجیکستان و ترکمنستان که از خاک افغانستان عبور می کند به توافق رسیده است. گفته می شود سرمایه گذاری اصلی ساخت این خط آهن در تاجیکستان و افغانستان بانک توسعه آسیا است. برخی از آگاهان اقتصادی می گویند با ساخت خط راه آهن افغانستان به کشور ترانزیتی مبدل و محصولات زراعتی میکانیزه خواهد شد. وقتی که راه آهن از شمال به جنوب، از جنوب به شرق به غرب، از غرب به شرق وصل شود، بسیار سهولت ها برای مردم که خودشان سفر میکنند و از طرف دیگر برای انتقال اموال بسیار مهم است. خط راه آهن در غرب کشور به طول 191 کیلومتر ساخته می شود که 50% آن در خاک ایران و 50% دیگرش در خاک افغانستان می باشد. خط آهنی که مربوط ایران می شود، تکمیل و کار آن رو به اتمام است. به گفته این مسئولان، 50% این خط که مربوط افغانستان می شود، پس از تأمین مالی پروژه از سوی دولت افغانستان توسط ایران ساخته خواهد شد. کار عملی در بخش ایران شروع است که ایران وصل می شود تا به غوریان 20 ساخته شده، تنها خط آهنش مانده که چون داخل ایران تکمیل نشده باید در روز اول تکمیل شود و باز بیاید به طرف افغانستان. راه خط آهن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان. این خط آهن که حدود 400 کیلومتر طول دارد از منطقه آتامراد ترکمنستان آغاز می شود و از راه ولایت های فاریاب و قندوز در شمال افغانستان به تاجیکستان وصل می شود. ویدا ساغری هستم در برنامه زیر بنا، تا نیم ساعت دیگر با ما باشید. آقای کاکر، در کنار ترانسپورت هوایی زمینی خط ریل چه جایگاهی دارد؟ تشکر. اول سپاسگزار هستم از شما که برنامه‌تان دعوت کردین. سیستم های ترانسپورتی و ترانزیتی در جهان مختلف است. جاده ها یکی از سیستم های است که در عرصه ترانسپورت در جهان نقش داره. ترانسپورت هوایی هم نقش خود داره. ترانسپورتی که از طریق ابحار صورت میگیره هم آیه زحمیت است و خط آهن هم جایگاه خود داره. از لحاظ از اینکه ما ارزیابی داشته باشیم که کدام سیستم ها موثرتر است، بیشتر مسائل اقتصادی مطرح است در این زمینه. در خصوص آسیا و به خصوص افغانستان و کشورهای منطقه، چون ما به بحر رانه داریم، خط آهن از جایگاه بسیار با اهمیت از لحاظ اقتصادی و انتقال کالای تجارتی های اهمیت میباشه. بسیار خوب. آیا در افغانستان ایجاد خط ریل ممکن هست؟ چون وقتی میگیم افغانستان یعنی کشور مهاد بخشک و همچنان کشور کوهستانی و صعب العبور. خب مسئله
توپوگرافی و جغرافی افغانستان یک موضوع است، به خصوص پروژه خطاهن یعنی ناممکن نیست که تطبیق نشه، این امکان داره، به خصوص تکنولوژی که امروز در دنیا وجود داره. کشورهای دیگه هم هستن که مناطق کوهستانیشان توانستن که دارای خود آهن باشه، از جمله خود چین یکی از مثال ها میتونه باشه که با تکنولوژی و ظرفیت کنا دارن توانستن که خطوط ریل بسیار به طول زیاد و طویل داشته باشن. ترکیه هم از جمله کشورهای است که در مناطق کوهستانیش تونل های را افر نمودن و از طریق از او خطوطان تطبیق کردن. بنابراین در افغانستان هم یک امر ناممکن نیست، قابل تطبیق است، پرچالش است، ولی با آن هم قابل تطبیق است. بسیار خوب، از چه زمان تا حال روی خط ریل در افغانستان کار میشه؟ خب خط ریل یک پدیده نو در افغانستان گفته میشه. فعلا افغانستان صرف 105 کیلومتر خط آهن داره که خط آهن مزار شریف است که 75 کیلومترش خط اصلی است و 30 کیلومترش هم شاخه است که به طرف بندر رفته، ولی فعلا این پدیده بسیار مهم پنداشته میشه به خاطر که فعلا افغانستان یک دیدگاه داره در راستای ترانسپورت و ترانزیت و دیدگاهی است که باید در سالهای آینده حداقل در 10 الی 15 سال آینده افغانستان به گذرگاه مواصلاتی آسیا مبدل شود. و امی که افغانستان گفته میشه که قلب آسیا است، امی موضوع را میرسونه که افغانستان در حقیقت موقعیتش هم قلب ترانسپورتی را داره که در کشوری است که تمام کشورهای منطقه و همجوار باید از افغانستان عبور بکنن تا ای که به مراکز تجارتی راه بیافتن. بنان خط ریل در پاروی جاده در افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است و فعلا اداره خط آهن افغانستان در چارچوب وزارت فایدامه خوشبختانه که مصادف با این دیدگاه که افغانستان گذرگاه مواصلاتی و ترانزیتی میشه یک پلان انکشافی خط آهن ریختن که در او پلان قسمی که در گزارش هم شما دیدین که قبلا 5186 کیلومتر خط آهن مطرح بود، فعلا این که خط آهن که از مسیر واخان به چین اگر وصل شوه یک مقدار به این افزایش میافه. این ماستر پلان خط آهن تشکیل میده که در تای 10 الی 15 سال آینده افغانستان میتونه که بیشتر از 5000 کیلومتر خط آهن داشته باشه. بسیار خوب، چه بنبست های فراراهی ایجاد خط ریل در افغانستان تشخیص شده؟ خب قسمی که من قبلا هم گفتم که موقع جغرافیایی یکی از چالش ها به نظر میرسه، بنبست گفته نمیتونیم، موضوع امنیت هم یکی از فاکتورهایی است که تاثیرگذار است برای پلانهای انکشافی خط آهن افغانستان. سرمایه گذاری در این راستا چون پروژه خط آهن پرهزینه است، بنابراین یک سرمایه گذاری انگفت را نیازمند است که پروژه خط آهن تطبیق شود. در پولیش همکاری منطقوی هم از موضوعات است که باید همگرایی و همکاری منطقوی و تفاهماتی که در منطقه صورت میگیره همش منافع تمام کشورهایی که در این راستا کار میکنن تامین باشه تا اینکه بتونیم ما خط آهن تطبیق بکنیم. در خود افغانستان ما چون خط آهن یک پدیده نو است، آنچه که منیس یک چالش فعلا پنداشته میشه و ما تدابیر برازوی اتخاذ کردیم که باید او را رفع بکنیم، موضوع خود کادر مسلکی خط آهن مطرح است که باید جوانان در این راستا تربیت شوند. خود خط آهن منیس یک مضمون در مؤسسات اکادمیک افغانستان تدریس شوه و جوانان را بیاموزند و خود پروژه تطبیق شوه. در این حال نقش کشورها که در عرصه سرمایه گذاری در خط آهن می داشته باشند این هم بسیار مهم است که سیاست های اقتصادی افغانستان برای کشورهایی که منافعشان مشترک است برای اونا فرصت مساعد بسازند تا اونا بیان سرمایه گذاری بکنن و ما بتونیم همین پلان انکشافی خود به مو طوری که ترتیب شده مورد تطبیق قرار بدیم. بسیار خوب، در لابلای گفتگوهایتان از مشکلات فراوان یادآوری کردین که نشان دهنده این است که ما در اولین قدم ها و ابتدایی ترین قدم ها به سمت ایجاد خط ریل در افغانستان قرار داریم. از 1879 تا حال 1.5 قرن می گذارد و از حمایت های همه جانبه دول خارجی بر افغانستان که به میلیون ها دلار می رسد 13 سال و اندی می گذارد. چی فکر می کنین چطور ممکن هست که از این قدم های ابتدایی بیرون شویم در راستای ایجاد خط راه آهن؟ خب در 13 سال گذشته افغانستان راهکار را که در روی دست داشت در روی اولویت های را تثبیت کرده بود که در طی 13 سال گذشته مشخصا توجه و تمرکز بالای بازسازی و احیای مجدد شاهراها بوده و موضوع خط آهن در میراق توجه قرار نداشته. اخیراً که مسائل اقتصادی و ترانسپورتی و ترانزیتی در آسیای
میانه و همچنان جنوب آسیا مطرح است. حتی هم نقشش تبارز یافته. به ممون خاطر است که وزارت فایدامه هم منعیس یک نهاد مسئول اقدامات رو روی دست گرفت که تا پلان های بسیار مشخص داشته باشه که نیازمندی هایی که در رابطه به خطوان وجود داره رو تامین بکنه. یکی از جمله اقداماتی بود که یک اداره مستقل ملی خطوان ایجاد شده که مشخصا در راستای خطوان کار بکنه. در پولیش پلان انکشافی ترتیب شده که شبکه خطوان در بر گرفته و این طور نبوده که هیچ کار هم صورت نگرفته. مطالعات پیش و مقدماتی امی شبکه هم مکمل از بیشتر از 5000 کیلومتر کسی صورت گرفته. در روز امکان سنجی ها مورد سنجش قرار گرفته که در کجاها امکان از این وجود داره که در افغانستان خطا آن ایجاد شد و از لحاظ اقتصادی چقدر بازدهی داره. بنابراین کارهای زمینی صورت گرفته. حال زمان آن فرا رسیده که امی کارهای زمینی و کارهای ابتدایی که شده به مرحله کارهای تکاملی خود واقع شد و ما بتانیم که پروژه ها را به شکل مکملش مورد تطبیق قرار بدیم. بسیار خوب، یک وقفه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم. با سلام مجدد، در برنامه زیربنا هستید. روی موضوع خط ریل و ایجاد آن در افغانستان و مشکلات و امیدواری ها فراراه آن، از آقای سهیل کاکر سخنگوی وزارت فایده عامه کشور دعوت کردیم در این برنامه سهم بگیرن. آقای کاکر، چقدر زمان و چه اندازه پول لازم است تا بریم به سمت داشتن یک خط راه آهن؟ خب ما قسمی که قبلا من خدمت شما عرض کردم که فعلا ما دارای خط آهن هستیم، 105 کیلومتر خط آهن داریم. یک تعداد از پروژه های ما فعلا در حالت مطالعات امکان سنجی قرار داره. خط آهن مسیر شمال که از آقینه شروع میشه بالاخره به ولایت قندوز و مناطق نفتی آمودریا رو در بر میگیره، این مطالعات مقدماتی زمینی فعلا که من برای شما صحبت میکنم جریان داره. طرف یک شرکت کانادایی با کمک بانک شاف آسیا این پروژه مورد تطبیق قرار میگیره. در پالی از هم پروژه که در مسیر ایران الی هرات قرار داره که در یک قسمت از او در خاک ایران تطبیق میشه و این به چهار قطعه تقسیم شده که دو قطعه در خاک ایران است و دو قطعه مربوط به خاک افغانستان است. قطعه سیومه که در خاک افغانستان است یک مقدار کار از طرف خود ایران پیش رفته. قطعه چهارم مسئولیت حکومت افغانستان است که پالی از او کار بکنه و خوشبختانه که حکومت جدید هم توجه لازم مبذول داشتن که پروژه کارش صورت بخشیده شد و مطالعاتش انجام بیفته که ما بتانیم پروژه هرات تکمیل بکنیم و می شکل از هرات بالاخره به مزار این خط آهن وصل شد. و همین طوره که ما سرک حلقوی داریم در افغانستان، ما شبکه حلقوی خط آهن هم داشته باشیم. سرمایه گذاری و تمویل پروژه ها پول انگفته می خواهیم. من فکر می کنم که از عهده دولت افغانستان بیرون است، جامعه بین المللی باید در این راستا کمک بکنه. در عین حال میکانیزم هایی که وجود داره که ما میتونیم در قسمت جلب و جذب سرمایه گذاری ها استفاده بکنیم، از اون میکانیزم ها ما رو در پلان شامل کردیم که میتونن سرمایه گذاری خصوصی تجار ملی که بخواین در راستای خطا سرمایه گذاری بکنن، ما فرصت ها و زمینه ها رو برای اونها مساعد بسازیم. ولی شرایط قانونی از شرط های از این وضعیت است که باید اول قانون خطا آن تصویب شود که فعلا در حالت تدقیق قرار دارد در وزارت عدلیه، که زمانی که شرایط قانونی مناسب باشه در اون صورت سرمایه گذاران علاقمند میشن که بیان در مسائل خطا آن سهم بگیرن. در پولیش از زمان شما صحبت کردیم. خوب مطالعات امکان سنجی ما نشان میده که یک پروژه ما چی زمان رو در بر میگیره. در ساعاتی که نقاط صعب العبور و دشوارگذر است ممکن پروژه های ما در از مدت باشه، در نقاطی که خود در مشکل نیست پروژه ها به شکل قصیر مدتش تطبیق شود. پلانی که فعلا اداره خط آهن افغانستان وزارت فایده‌عامه ترتیب کرده، این پلان 3 ساله، 5 ساله و الی 10 ساله است. یعنی ما فعلا تا 10 سال آینده را دیدگاه خط آهن تثبیت کردیم. بسیار خوب، آیا ارتباط خوب و یا بد با همسایه ها در یک کشور، مخصوصا خب حالا خط آهن کشور خود ما مطرح بحث هست، آیا تاثیرگذار است بر سرعت بخشیدن و یا کند کردن کار روی خط آهن یا ایجاد خط آهن یک کشور؟ خب شما از روابط سیاسی نام بردین. امروز معادلات روابط سیاسی میان کشورها طوری است که عنصر سیاست در تمام عرصه‌های انکشافی دخیل است.
بنان داشتن روابط حسنه با کشورهای همسایه و در نظر گرفتن منافع مشترکی که از شرطها و عوامل است که میتونه در سایر پروژه انکشافی نتوان خطان در سایر پروژه انکشافی تاثیر گذار باشه و طبعا کشورها همه پای منافع در از مدت و بلند مدت خودشان هستن. بنان برای ما افغانها ضرور است تا دیپلماسی قوی داشته باشیم با کشورها با در نظر داشت منافعی که ما داریم، تحلیل خوب اقتصادی سیاسی پروژه خود داشته باشیم و به اساس از روابط خود رقم بزنیم با کشورها. بسیار خوب، گرچه شما در لابلای سخنانتان از این مسئله یادآوری کردین، بهش اشاره کردین، در کجاهای کشور خط ریل داریم و در کجاها فعال است این خط ریل؟ خب فعلا یک پروژه داریم که فعال است و بهره برداری ازش صورت میگیره و پروژه خطان ایرتان مزار شریف است. یک پروژه دیگه که تا فعلا تنام و ترکش تکمیل شده که به صورت مکمل 50% پیشرفت کاری داره ولی تکمیل نشده، پروژه است که به طرف هرات کار میشه، از ایران به طرف هرات. فعلا خط آهن که فعال است و او فعلا در افغانستان به بهره برداری سپرده شده، این خط آهن ایرتان مزار شریف است که 105 کیلومتر طول داره. بسیار خوب، اگر افغانستان صاحب خط ریل شود چقدر صاحب مفاد ترانزیتی میشه کشور؟ بسیار زیاد. در پولی جاده ها امروز تمام فشار ترانسپورت و ترانزیت بالای جاده های کشور است. زمانی که مسئله استخراج و انتقال معادن مطرح میشه، خطا نقشش هم برجسته تر میشه. امروز معادن هم منیس منبع پایداری اقتصاد افغانستان به شمار میره، بلان خطا مبد از این منبع واقع شده میتونه. در پولی از تطبیق پروژه های خطا در عرصه کاریابی بسیار نقش آفرین است که برای خود جوانای کشور هم به سطح مسلکی و هم به سطح کارگر زمینه های کاریابی مساعد میشه. ارجبی های مایی است که اگر یک کیلومتر خطا مورد تطبیق قرار میگیره به تعداد زیاد از افراد میتونن در روی کار بکنن. در این حال از لحاظ ترانزیت شما گفتین، انتقال کالاها و اموال تجارتی و که از دیگر کشورها از طریق خطا صورت میگیره فعلا قیمتش بسیار بالا است. با ایجاد خطا ممکنی قیمت پایان بیاید و افغانستان بتونه از لحاظ اقتصادی و بازدهی اقتصادی خطا نفع ببره. بسیار خوب، حمایت های مالی و سیاسی جامعه بین المللی تا چه حد است برای ایجاد خط ریل در کشور؟ خوشبختانه تا فعلا همکاری ها ادامه داره، هرچند که هزینه بسیار زیاد است، شاید از توان یک تمویل کننده یا یک حمایت کننده بلند باشه. مشارکت همکاری های مالی در زمینه خط ریل ضرورت است، ولی تا فعلا از جمله تمویل کننده ها و همکارای بین المللی حکومت افغانستان، ایالات متحده آمریکا تونسته در قسمت ترتیب پلان همکار وزارت فایدما و اداره خطا هن باشه. در این حال بانک انکشاف آسیایی در قسمت تمویل مطالعات پروژه همکار بودن، کشور ازبکستان در قسمت پروژه حیرتان مزار شریف منیس یک عمل کننده اوجه همکار بوده. تا فعلا ما حمایت جهانی را در قسمت پلان گذاری و ساختار خود اداره خطاان و مطالعات امکان سنجی خطاان داریم، ولی زمانی که این مطالعات تکمیل میشه و ما تثبیت میکنیم که هر پروژه ما چی مبلغ را ضرورت داره، در اون زمان معلوم میشه که کیا میتونن با ما کمک شوند در این رابطه که ما بتونیم امو پلان خود به شکل دقیقش تطبیق بکنیم. خب از گفتهای شما معلوم میشه که خیلی هم ایجاد خط ریل در اولویت کاری قرار نگرفته، هنوز فکر میکنم روی انواع دیگر راه های ترانزیتی تاکید بیشتر است، مثلا شاید روی راه های ترانسپورت زمینی یا جاده ها و سرک حلقوی، چنانچه رئیس جمهور هم روی بسته شدن کار پروژه سرک حلقوی تاکید میکنه که تا 9 ماه دیگه تمام بشه. چه زمان خط ایجاد خط ریل پروژهش در اولویت قرار خواهد گرفت؟ چقدر یعنی تاکید میشه روی این مسئله؟ خب فعلا من فکر میکنم تا جایی که ما در خود مسائل ترانسپورت افغانستان دخیل هستیم، اولویت ها به شکل موازی پیش میره. در طی 2 سال اخیر بسیار کارهای چشمگیری در رسه خطا هم صورت گرفته. مسئله تکمیل جاده حلقوی او یک نیاز مبرم است، چون او یک سرک بسیار کلیدی است، شورای حیاتی است، ولایاتی که از این سرک نفع میبرند بر از اونا بسیار مهم است. در کل برای خود افغانستان ترانسپورت جادایی هنوز هم مطرح است
ولی ما خدمت شما عرض کنم که زمانی که مسئله استخراج معادن مطرح میشه ضرورت و نیاز به خط آهن احساس میشه و به خاطر است که ما پیشگیرانه عمل کردیم و پلانهای خود را ترتیب کردیم و این پلانها مصادف است با مناطقی که معدن در اونجا وجود داره بنابراین ما از لحاظ اولویت دهی فکر میکنم که فعلا وزارت فایدامه هر دو سکتور هم سکتور سرک و هم سکتور خط آهن کردیش مربوط ترانسپورت زمینی میشه اولویت بندی موازی داره ایجاد خط ریل داخلی خواهد بود یا این از مرجع بین المللی یعنی از باشارک های بین المللی وصل خواهد شد؟ طبعا زمانی که خط ریل ساخته میشه ارتباط از این با کشورهای همسایه مطرح است ما با ایران باید وصل شویم ما با کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان ترکمنستان باید وصل شویم باز می طریق با کشورهای دیگه با کشور پاکستان ما باید خط آهن داشته باشیم و همین تارمی کشورها پس نیاز دارند که از طریق افغانستان وصل شوند با آبهای گرم هند همچنان با اروپای شرقی و با مراکز تجارتی چین بسیار ضرورت داره که از طریق افغانستان بالاخره هم مواد خام وارد بکنه و همچنان صادرات داشته باشه به اروپا که یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی قاره آسیا است بنابراین این نیازمندی ها متقابل است و زمانی که پروژه ها در افغانستان مطرح میشه اینا هماهنگ میشن با میکانیزم هایی که در سطح منطقه وجود داره مثلا میکانیزم کارک که یکی از به اصطلاح ساختارهایی است که در ارتباط به هماهنگی منطقوی و همکاری منطقوی کار میکنه ریکا همچنان از این جمله میکانیزم ها است سازمان ایکو اینا همش در سطح منطقه بحث میشه بالاش تفاهم میشه بعد باز مورد تطبیق قرار میگیره اولین سفر رئیس جمهور بعد از عربستان به چین بود و چین یا حکومت چین یک مقدار قابل ملاحظه ای را برای خط ابریشم یا راه ابریشم در نظر گرفت برای ایجاد خط ابریشم یا احیای خط ابریشم آیا خط ریل وجه مشترکی داره با این راه؟ دقیقاً این از جمله یکی از منابع در نظر گرفته میشه در راستای احیای راه ابریشم یکی راه جاده‌ای است یکی راه خط آهن است بنابراین در خصوص راه ابریشم تنها تاسیسات زیربنای ترانسپورتی جاده‌ای مطرح نیست سفر رئیس جمهور به کشور چین نتایجش هم برای ما امیدوار کننده بود هم برای کشور چین امیدوار کننده است و هم برای جهان من فکر میکنم که 3 الی 5 عامل شامل احیای راه ابریشم است که خط آهن یکی از موضوعات میباشه بسیار خوب با اینکه چندین بار پاکستان قراردادهای بر مبنای برقراری و تهیه تسهیلات در راه‌های اکمالاتی از این کشور با افغانستان بست و همچنان ایران نیز برداشتن روابط بهتر اکمالاتی از راه ترانزیتی با افغانستان تأکید میکنه و علاقمند هست ولی ظاهرا در عمل انگار چنین نیست آیا شما فکر میکنین که ایجاد خط ریل زمان برخواهد بود با چنین داشتن چنین فضای سیاسیه؟ دقیقاً من تأیید میکنم که تطبیق پروژه های خط آهن زمانگیر است ایران ما نمیتونیم تا یک سال دو سال تکمیل بکنیم و میخاطر است که پلان انکشافی خط آهن از 3 الی 10 سال در حریزی شده که این خودش نشانگر از است که نیاز به زمان وجود داره که پروژه ها تطبیق شد و فکر میکنم حدود 1.5 قرن گذشتن از ایجاد خط ریل هم این فضای سیاسی بوده که بنبستا بوده در این وحده خب تنها مسئله عناصر سیاسی را مدنظر گرفته نمیدونم امروز شرایط مکمل تغییر کرده امروز جهان به یک دهکده تبدیل شده و ارتباط یا به اصطلاح که اکثرا استفاده میشه کنکتیویتی یکی از بسیار مسائل عمده در سطح منطقه مطرح است لازمه های تمدن هست من اگر خدمت شما عرض بکنم که پیشبینی ها قسم وجود داره که تا 10 سال آینده اقتصاد و آسیا نیازمند 760 میلیارد دلار سرمایه گذاری است و ای بدون اتصال منطقوی امکان پذیر نیست که کشورها به تنهایی بتانن این رقم همین خود کشورهایی که شامل قاره آسیا هستند به تنهایی بتانن هر کس اقتصاد مستقل خود داشته باشه بنابراین ارتباطات مهم است در خصوص این ارتباطات تنها مسائل تاسیسات مطرح نیست تسهیلات هم مطرح است
تجارت و ترانزیت هم مطرح است، روابط فرهنگی مردم با مردم هم مطرح است که آنچه که من خدمت شما قبلا عرض کردم که در ایسه احیای راه ابریشم تنها موضوع ساختن جاده ها مطرح نیست، بلکه سرمایه گذاری ها بالای روابط فرهنگی هم صورت میگیره، برای تسهیلات هم صورت میگیره و خوشبختانه که چین در این عرصه پیشتاز است، فعلا قرار است که 16 میلیارد دلار در خاک خود به خاطر احیای راه ابریشم سرمایه گذاری کنه، با بانک‌ها مجوز قائل شدن که کسایی اگر بخواین قرضه بگیرن سرمایه گذاری کنن بانک پول بتن، یک توافق صورت گرفته که یک بانک اقتصادی در سطح آسیا ایجاد شده به نام Asia Infrastructure Investment Bank و 40 میلیارد دلار چین حاضر از دهی منیس سرمایه گذاری ابتدایی بگذاره. بنابراین تمامش امیدواری هایی است که ما اگر افغانستان در قلب ازی روابط مد نظر میگیریم، ما فکر میکنیم که نتایج بسیار مطلوب در آینده افغانستان میداشته باشه. بسیار خوب، ممنون از شما آقای ساحل کاکر، سخنگوی وزارت فایده عامه، که به استودیوی زیر بنا تشریف آوردین و به این بحث روشنی بیشتر انداختین. این بود برنامه زیر بنای امروز که خدمت شما تقدیم شد. تا داشتن برنامه دیگر همین ساعت برای نیم ساعت شما را به خداوند میسپاریم. بدرود.